ما عدالت میخواهی دگانаگی دیگаر بس دگانаگی دیگаر بساسس شماری از کارمندان ادارات دولتی با ابراز نارضایتی از پایین بودن ماششان میگویند حکومت با وجودی که طرح تعدیل ماشات را تصویب کرده اما هنوز نتوانسته این طرح را عملی کند کارمندان پایین رتبه ادارات دولتی تصریح کنند ماشی که آنان از بس های 8 و 7 و 6 و 5 دریافت میکنند به هیچ وجه کفایت زندگیشان را نمی کند. و از این رو نهادهای مسئول باید هر زودتر طرح تعدیل یکسانسازی را نهایی و اجرایی کنند معاش یک سربازی که شب و روز به خاطر جان و مال و آبرو و عزت مردم از خون خود میگذره دوازده هزار یا سیزده هزار اما شما وقتی میاین به وزارت می بینین هر وزارت خانه ده ها و صدها ها مشاور داره اکثریت هم خیالی با معاش دولک و بالاتر از وست نو تاثیر اصی یو چلش زن سر اوکو د کور کې ریادہ دويڅه خغواړي غذایي مواد اولادونه ځني غواړي د سونګ مواد ځني غواړي مرزي ورته ګوري د اولادونو د تعلیم پیسې ځني غواړي میلمو نور دواسو مشکلات نور دي د دا 13500 پا افغاني باندې چرکه مڅره ورزو یو څه یو څه د پد خپل ګریوان کې سر د دا ننکو م ماشا سپر اسکیلو امتیاز او امتیاز نه راقط کوم و کوډ 91 کې قط کوم ماشا زیاره یو فیصله جامي کوم تالو یو فیصله را تصویب کوم بودیجه تا زمانی که ماشا دو برابر نشوه از معلمین از سربازا از متقاعدین از مامورین از ما شما بودیجه پاس نکنید هیچ وقت هیچ کس از قسم معلم نشد همیشه تبعیض و قایل شدن برای دیگر شما سعی کنین در مقام ها متوجه که ماشا چون به چند لک میرسه اما معلم بیچاره 5000 تا 10000 مش داره یک افغانی نه تو 6000 افغانی اضافه کرد دا در ماش معلم دلکو 60000 معلم در یک سال 18 میلیارد میشه بودجه افغانستان 428 میلیارد در سال 99 است 18 میلیارد در جمع 428 میلیارد کشیدن گپی ساده است یک رای حل، رای حل دومی کاستن از ماشه های گذاف اوکلا، وزراء، رئیس ها، مشاورین و کسانی که اصلا وجود ندارن خودم 6 ساعت درسی دارم که استاد میشم 6 بجر میرم تا 2.5 بجرم از سر پای استاد هستم ماشه ماست 7800 کسی دیگر اگر اون نانوار خانه باشه 7800 وردو چی میشه؟ هیچ چیزی نیست مثلا پس از جنجال طولانی بر سر بودجه سال 1400 خورشیدی وزارت مالیه و کمیسیون مالی و, و بودجهی اولیسی جرگه افغانستان بر سر افزایش معاشات مامورین پایین رتبه خدمات ملکی به شمول معلمین سر از حمل سال 1400 خورشیدی به توافق رسیدند که تا هنوز عملی نشده است ما در ماشات می می مرکزی می خواهیم به صدای بر حق معلمین جواب مثبت بدهند رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید یکسان سازی ماشات کارمندان دولتی تا هنوز عملی نشده در حالی که حکومت تعهد نموده است به خدا مهمانان من در این بس آقای معروف قادری رئیس عمومی اتحادیه کارگری افغانستان هستند و همچنان منتظر آقای رفی تابه سخنگوی وزارت مالیه هستیم که تا هنوز در این بحث اشتراک نکردن موضوعاتی که با ادرس وزارت مالی است ما امیدوار هستم در بحث اشتراک کنن و سوالاتی که با ادرس وزارت مالی است پاسخ خریدهن. دهن بحث ما روی یکسانسازی ماشات کارمندان دولتی است و طرحی که از طرف خود حکومت آماده شده بود تا برای معلمین دو افغانی زیاد پیدا بکنه و شمار ماشات هم کاهش کاهش به عمل بیاید که تعداد زیادی از ماموران بلند رتبه ماشاتشان کاهش یافته ولی 2000 افغانی 2000 که نظر به مو 20 و 25 فیصد باید ماش زیاد شود تا هنوز که از هر ماه حمل آغاز شود چون کار نشده من با آقای قادری آغاز میکنم بسیار برنامه خوش آمدید خوش باشین سلام معلومات شما چی است از این وضعیت در حالی که باید آقای اهتابی تابی می بود ما امیدوار هستم آقای تابی اشتراک بکنن و در مورد مسائل ماشات صحبت بکنن ماشات کارمندان خدمات ملکی دولت قرار بود که یکسان شوه و از زیاد پیدا بکنه حکومت افغانستان فقط از سطح متوسط پایین از 20 تا 25 درصد افزایش ماشات پذیرفتن که به اندازه 2000 افغانی برای یک معلم پذیرفته شد آیا گزارشات شما چی میگه معلومات شما چی میگه که تطبیق شده یا چطور بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما بینندگان شما شما میدانید که تعیین حد اقل مست و ماش مناسب حال یک کار من پرداختنش او مکلفیت کارفرما هست چه دولتی باشه و چه خصوصی باشه از سالهای دور ما تقاضای مهمی بوده که مطابق قانون کار و مطابق کنونسون های سازمان جانی کار ماشات حد اقل باید تعیین شود یعنی مینیمم ویج یا حد اقل تعیین شود یک سقفی باشه که از او کارفرما کمتر پرداخت کرده نتانن اما نظر به توانایی و استعداد و به اصطلاح تخصصی که مردم دارن کارمندا دارن میشه ماشاتشان افزایش داشته باشه اما متاسفانه از چندین سال در حالی که ما حکم رئیس به جمهور هم گرفتیم در اول می فریاد زدیم که ماشات افزایش پیدا کنه نه چیز است و کارمندایی که کار میکنن و این ماشین چیزه میگیرن زیر خط فقر قرار دارن بنابراین عقل سلیم در بدل سالم است باید ماشا تا تعیین شود کمیته هم توضیح شد با تاسف شش نشستی که ما داشتیم تنها ما از کارمندان ما ایندگی میکردیم و همه به اصطلاح به نحوی از کارفرما ما ایندگی میکردن و با چند از که داشتیم ما 12500 افغانی را در آخر توافق کردیم که حد عقل باید تعیین شود که در سال 1394 بوده اما رفتی تر تا امروزی تر تطبیق نشد و که در سال گذشته شما شاهد بودین که در تمام ادارات خصوصی و دولتی مردم با پا خیستن و اعتراض کردن و دادخواهی کردن تا ای که باشادشان افزایش پیدا بکنن که در نتیجه بالای وکلای پارلمان فشار وارد کردن وکلای پارلمان موضوع در پارلمان مورد بحث قرار دادن و چندین نشست دیره با مسئولین وزارت محترم مالیه داشتن و بالاخره در آخر وقت فیصله کردن که دو هزار افغانی در ماشات افزایش پیدا بکنه و ای از اول سال قابل اجرا باشه اما تا آنجایی که ما دیدیم کسانی که قراردادی و بالمقطع بودن از اونا ماشاتشان از سال قبل به اصطلاح کاهش پیدا کرد هشت هزار، ده هزار، هزار افغانی کسایی که به اصطلاح قراردادی بودن ماشاتشان کاهش پیدا کرد و فریاد از او بلند شد در سکتور مختلف که بودن چه در دولتی چه در وزارت خانه مختلف اما با تاسف که تابال از افزایش معاشات کارکنانی که فیصله شده از جانب پارلمان افغانستان و توافق کرده و متعهد شده وزارت مالیه از پرداخت از بر کارکنان هنوز خبری نیست در حالی که مکلفیت از اینا بود که از مای حمل قابل اجرا باشه و تابال اجرا نشده خب چرا باید چرا نشه در حالی که پارلمان افغانستان و همچنان خود حکومت افغانستان متحد بود به خاطر ازدیاد معاشات و طرح یکسان سازی از طرف, ای طرف تقریبا دو سال قبل از طرف خود حکومت پیشنهاد شده بود شما ببینید که تعیین حداقل ماست و افزایش معاشات و مناسبات کار تنها از صلاحیت حکومت مطابق کنونسون ها و مطابق قوانین نافذه نیست این صلاحیت از شورای عالی کار است مطابق کرمنسون 144 سازمان جهانی کار که افغانستان او را الحاق کرده و مکلف به تطبیقش است باید اینجا طرف ها باید ای افزایش معاشات و این حد اقل مزد طرف ها باید انجام بدن که در تمام دنیا مروج است چیز نو نیست اما در افغانستان چون صورت نگرفته نو است و نه کارفرماها درست به توجه میکنن نه کارفرماهای حکومتی و نه کارفرماهای غیر حکومتی در تمام دنیا میشینن و کیالاتی هستند در ایالت خود و وای که مملکتی هستند در مملکت خود میشینن هر یک سال هر دو سال هر سه سال نظر به جی دی پی و نظر به اونمو آید سر آن میتونن یا ماشات تقاضا میکنن و سه طرف چنان میزنن باید توافق دست پیدا میکنن اما با تاسف ما مطابق پیشنهاد و مطابق حکم رئیس جمهور ما نشست را داشتیم که اون نشست ها به تا نسیان گذاشته شد و بعدی صلاحیت مکملا تحفیز شد به مراجع حکومتی که حکومت از حکومت نمایندگی کرده میتونه در این عرصه کارفرما از کارفرماها نمایندگی میکنند و کارگرها از کارگران نمایندگی میکنن هر کس امو چند زنی خود دلایل خود استطلال خود ارائه میکنن تا ای که باز بالاخره اینا به با یک نتیجه مطلوب دست پیدا میکنن اما ای که چه هر اداره حکومتی باشه این وقتی که تعیین میکنه از لحاظ کنونسون و از لحاظ قوانین نافذه در تکر با کنونسون و قوانین نافذه است چون ایجه طرفی که کار کنه است عرق میریزه ایجه برده نیست کرامت انسانی داره و کارکن هم یک طرف هم نیروی کار خدا در اختیار قرار میده و کارفرما پول خدا در اختیار از قرار میده بنان دو طرف قرارداد هستن دو طرف قرارداد وقتی قرارداد امضا میشه و وقتی قرارداد قابل تطبیق می باشه دو طرف قرارداد توافق بکنن و امضا بکنن اما اینا یک طرف قرارداد نادیده میگیرن و این یک نوع به اصطلاح اصول شکنی و نقض حقوق کار است و نقض حقوق کارکنا هست یک گپ دیگه ای که بسیار مهم است است که ما دو نوع کارمند داریم در افغانستان یا یک کارمند دولتی است یا کارمند خصوصی است خب اردوش به شما کارکن از دیگه چی دولتی باشه و چی خصوصی باشه قانونی که به کارمند دولتی است از حد امو کارش برای کارمند خصوصی است به عنوان مثال یک کارمند خصوصی در حالی که یک ماشاد حکومت افغانستان تر شب آماده کرده بود برای کارمندای دولتی ولی خصوصی از اون چی با چون وضعیت نیست یعنی هر کس هر چیزی که میخواد در خصوصی با چون این وضعیت وجود داره شما من حیث رئیس اتحادیه کارگران افغانستان از هیچ مشخص نیست که رئیس اتحادیه کارگری افغانستان دولتی چونین این چون نشده و شما هم مکلفیت دارین که بر دو تا جواب بگین هم به کارکن دولتیتون هم به کارکن خصوصی تون. چرا حقوقی که یک کارمند خصوصی داره او در نظر گرفته نمیشه شما ببینید یکی قوانین است یکی اصول است یکی کنونسون های الحاق شده و کنونسون های اساسی است که اعضای سازمان جهانی کار مکلف برای رعایتش است چه الحاقش کرده باشه چه الحاق نکرده باشه این مسئولیت است در کشورهایی که این اصول و این قوانین و این کنونسون ها رعایت میشه و تطبیق میشه اونجا ببینین اقتصادشان پویا شده حقوق کار رعایت شده کرامت انسانی حفظ شده نارضایتی وجود نداره فاصله ها کاهش پیدا کرده و همه گی متعلق به دولت خود میدانند و این ملت است و این دولت است و بر منافع حکومت خود کار میکنند اما در اینجا ما تبعیض قائل میشیم و این تبعیض در قوان... قانون اساسی افغانستان ممنوع است در قوانین نافذه ممنوع است وقتی که ما کارگر یا کارکن میگیم چه کارگری که کار فیزیکی میکنن چه کارگری که کار فکری میکنن ما در مجموعه تعریف کارگر است هر کس استخدام میشه و مزد میگیره کارگر هست این که باز جدا میکنیم کارکن مامورین هستن این یک بحث جدا هست وقتی قانون وضع میشه ما خو آل ماده ده و یازده قانون اساسی را داریم بازار آزاد داریم و قوانین هم که بازنگری شده قانون کار هم به اساس زمین بازنگری شده که قبلا ما قوانین بسته داشتیم و حکومتی داشتیم تنها بخش حکومتی را مورد حمایت قرار میداد چون او وقت بازار آزاد و بخش خصوصی مورد حمایت نبود سیستما بسته به اصطلاح مربوط حزب دموکراتیک بود که همه چیز در اختیار دولت می بود اما بعد از این که جامعه جهانی و بعد از نشست بون ما آمدیم به طرف بازار اقتصاد بازار آمدیم در اقتصاد بازار قوانین همهش ملت افغانستان است حقوق مساوی ملت افغانستان داره و حقوق کارکنان مساوی هست چه در بخش دولتی کار میکنن که از پول مالی من و شما اینا ماش میگیرن و یا باید برای ما ارزی خدمات بکنن قوانین تطبیق بکنن اصول شکنی نکنن و تبعیض نباشه و امتیاز طلبی نکنن چون از پول مالی من و شما یا کار میکنن یک وقفه می دوباره باید بس برمیگردم برنده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم دوباره خوش آمدین بحث ما روی یکسانسازی ماشات کارمندان دولتی بحث تقاوت و بحث مسائل کارکنان است که هم خصوصی و هم دولتی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره گیره من از آقای رفی تابه و سخنگوی وزارت مالیه هم تقاضا کرده بودم که این بحث اشتراک بکنن که تا هنوز نامدن بفرمایید وقتی کارکن یا کارگر میگیم همه ازی حقوق مساوی دارن ایتان تبعیض باشه که کسایی که در دولت کار میکنن اگه امتیازات بلندتر داشته باشن کسایی که غیر دولتی کار میکنن امتیازاتشان کمتر باشن یا او شهروند درجه دو باشه همه حقوقشان مساوی است تبعیض در قوانین افغانستان ممنوع است و کسایی که در بخش خصوصی کار میکنن باید بیشتر مورد حمایت مقامات دولتی قرار داشته باشن چون اینا بار کم کردن از شانه دولت زمینه کار مساعد کردن و اونا مورد حمایت قرار بگیرن تا بیشترین مردم تشویق شوه که برن به طرف سکتور خصوصی و اونجا مشغول به با کار باشن فشار از بالای دولت کاش پیدا بکنه که در مجموع دولت افغانستان تمام کارکنایی که غیر از نظامی بخش نظامی که کار میکنن در حدود 400 هزار در حالی که ما بین 400 تا 500 هزار سالیانه در مارکت کار ما افزود میشن از کسانی که سن تکمیل میکنن به علاوه ازی که دگاه از خارج میاین یا مثلا از ساهای مخالفین اگر صلح بیاید در جمع از این پیوندن و بالای مارکت کار فشار وارد میکنن بنابراین توان جذب دولت شاید 5 درصد تا 10 درصد باشه در سال با که یا به تقاعد یک تعداد صرف میکنه جای زور پر بکنن اما بیشترین جای کار بس بخش خصوصی ایجاد میکنن و چطور ما در چو به 400 هزار اتباع افغانستان تمام حقوقش را رعایت بکنیم و قوانین داشته باشیم و برای میلیون ها کسی که در بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی و غیر دولتی کار میکنه حقوق ازور پایمال بکنیم عدم توجه برای از او ای یک نوع تبعیز است و تبعیز باید منع قرار داده شده و جلوزی باید گرفته شود مقداری که تعیین میشه شما میدانین که مقداری که تعیین حداقل اقل ما صورت میگیره او مقداری می باشه که سه شریک اجتماعی ای این تعیین میکنن و این میره به کابینه و این نافذ میشه و از او کمتر نه بخش دولتی نه بخش خصوصی ماش پرداخت کردن نمیتونه به دلیل از اینکه شما میدونین در افغانستان تقاضا در بازار کار بیشتر هست و جای کار کمتر است از مجبوریت جوانای ما سوء استفاده صورت میگیره با ماشات ناچیز با شرایط سخت با قراردادهای یک و یک طرفه مثل که به اصطلاح برده نوین بگیرین همه تو استخدام میکنن و هر روزی هم که دلشان خواست از دستشان میگیرن بیرونشان میکنن که خلاف کرامت انسانی است نباید صورت بگیره و, و کرامت انسانی کارکن باید در نظر گرفته شود همه زی برمیگرده به ای که ما قوانین باید به شکل یکسان ادارات دولتی و غیر دولتی برای تمام مردم افغانستان یکسان این قوانین تطبیق بکنن و معاشات وقتی که اضافه میشن این تنها بر دولتی نیست بر خصوصی هم است تا این حد اقل مست که صورت بگیره هیچ مرجی غیر دولتی هم نمیتونه حتی کارگرای روزمزد نمیتونن از این سقف که این شرکای اجتماعی که کارکن نماینده کارکنان اتحادیه ملی کارگران است اتاق تجارت است وزارت کار است از اون سقف هر کس اگر پایین بده قوانین نقض کرده است و این مورد پیگرد باید قرار بگیره به او اساس است که حقوق اتباع افغانستان باید در نظر گرفته شود و ای افزایش معاشات صورت بگیره اما ای که آل تبعیز است و به اصطلاح یک تعداد رعایت نمی و به سکتور خصوصی ارجگذاری گذاری نمی او یک بحث جدای است که نقض قوانین است و کسی تا، که مسئول دو, تا، دو, تا دو تا مسئله آخون. وجود داره که مسئله ای است که خب دادخواهی باید یا از طرف خود حکومت برای کسایی که در خصوصی کار میکنه شوه یا هم از طرف شما باید شوه شما هم یک نهاد اجتماعی هستین نهاد مدنی هستین که خب یگانه مرجع هستین که شما باید شروع بکنین بحث محکمه کار در میان بود اگر امطور منازعه ایجاد شود چی باید شود ما بحث محکمه کار از 8 9 سال و سو فریاد ما همی و دادخواهی ما همی بوده و تقاضای کتبی و تحریری ما هم از ریاست مقام محترم ریاست جمهوری از استر محکمه می بود است حتی از وزارت اطلیه می بود است که محکمه کار باید ایجاد شود تا حقوق کار که یک بخش از زمی از نفوس افغانستان که واجدین شرایط کار تشکیل می دن حق زیان نقص نشند اما این صداها کمتر عرض گذاشته می شن. چیزی را که ما تقاضا میکنیم عکس العمل نشان میدن در حالی که قضاای ما منطقی است باید منطقی به با ما پاسخ داده شود تا هنوز که هنوز است محکمه کار تا هنوز در جنب سایر محاکم و سایر دیوان ها ایجاد نشده و این است که حقوق کارکنان یکسره در تمام عرصه ها شما میبینین می که نقص میشن خروج دست جمعی ها از کار این خلاف قوانین هست و با یک بارگی یک کارگر یا یک کارکن از کار بیکار کردن خلاف قوانین است او باید طی مراحل شود باید و در کنار این حل اختلافات ناشی از کار که از در حال حاضر در وزارت کار ای کاش می بود نماینده وزارت کار که به این سوالا پاسخ میداد مقرر نافذ است از چندین سال به دیست نافذ هست چرا جلسات حل اختلافات ناشی از کار دایر نمیشه به خاطر زیکه. وزارت کار هم یک مقام حکومتی است و کارهای کسایی هم که منفصل کرده و حقوقشان نقص کرده مراجع حکومتی است به این خاطر است که این حل اختلافات ناشی از کار دایر نمیشد تا حقوق کارکنان رعایت شود و این نقض قوانین و نقض حقوق کار است و خلاف کرامت انسانی هست که این شما شاهد هستین در عرصه مختلف فریاد کارکنان بالا شده است اما مرجع حل اختلافات ناشی از کار از فلج است دایر نمیشه به وقت و زمانش به و خواسته ها رسیدگی صورت نمیگیره و محکمه کار هم هنوز ایجاد نشده که در اوج خواستشان است که به اصطلاح شعار سازمان جهانی کار امی است میگه صلح پایدار زمان تحقق پیدا میکنه که بر اساس عدالت اجتماعی استوار باشه وقتی که ما بیم با مخالفینی که مسلح هستن سلاح جاریه و ناره دارن با او صلح بکنیم با این کار کنه که بیرق تو را بلند کده دیموکراسي ته بنومایش مګزاره او اينجا آمدد تر مشروعيت داده او تو حقوق ازي را نخص بكني بنا سال او عدالت تحقق پیدا نه میکنه تا زمانه کې حقوق ازي را هيش بېثار تشکر بس ديگه کې ما سره صحبت خود کو مسلې مقررې کار است چې چتو تطبیق شوه هم خصوصي او هم دولتي او بس تقاعد است چې موږ در بس هاي گذشته هم گفتگو داشتيم یک وقفه کوتاه داریم بیننده های عزیز بعد از وقفه دوباره برمیگردیم بسیار خوش آمدین آقای قادری گزارش قبلا که من می آمدم برنامه را شروع می‌کردم، یک گزارشی که از طرف یک فام نشر شد گفتن که یک هزار جورنالست کارهای خود رها کردند که تقریبا در ظرف شش ماه و شش هزار جورنالیست دیگه اعتراض دارن و میخواین کارای خود رها بکنن به خاطر عدم مسئولیت کاری <تصفح> که متاسفانه مشاشان کم شده و اینا هم کارمندای خصوصی هستن چی با خصوص بحث ما هر کی را در درست ناچار گوید وای <تصفح> اما کارمندای خصوصی است مقرره کار خصوصی شروع شده ما دو تا دو تا قالب داریم این مقررات دو سال پیش سه سال پیش نافذ شد خب قایدی قانون است که ما قبل خود بعد کار نمیگیره ما بعد خود مورد بس قرار میگیره کارمندی که از سال 2004 کار شروع کرده تا به سال 2018 به این معنا که سالهای متمادی سپری کرده اونا نظر به قانون آیلو گفته شده که هر کارمند خصوصی که کارش شروع میکنه باید به خاطر تقاودش 13 ماش بگیره یعنی دادوازده 12 ماش خود ماش اصل خود بگیره یک ماش خود ماش اصل خود بگیره وقتی قانون شد و قانون در حالی که او درو قانون هم ملاحظات موجود بود درو قانون ذکر شده که قانون تا تا 6 ماه را اجباری نیست اگر یک کارفرما بخواد میتونه در حالی که اصل وقتی که یک چیز قانون میشه و الزامی میشه حال به طور الزامی رسیده دو سال قبل شد شما این می قانون چگونه ارزیابی کردین؟ شاید قانون مطالعه کرده باشین دیده باشین آیا فکر نمیکنین ظالمانه حرکت ها شروع همه کارکنان باید مسئولیت شغلی داشته باشن در مجموع و این قوانین باید از امور روزی که ما رفتیم قانون اساسی را تصویب کردیم و آمدیم اقتصاد بازار ایجا به نمایش گذاشتیم باید ما روی بسترش کار میکردیم باید قوانینش تغییر میکرد تعدیلات میامد و متاسفانه ای که به های گذشته گفتین مشکلشان چه میشه این مشکل دولت مردای ماست که به مسئولیت های خود عمل نکردن و حقوق کارکنات در ایجه و نادیده گرفته شده میم به ما بعد او مطابق ماده پنج بند دوی قانون کار مقرره تقاود سکتور خصوصی، نهادهای غیر دولتی و نهادهای اجتماعی به تاریخ نوی دوی 1397 توشه شده و نافذ است حالا سه سالش در نوی سور 1400 تکمیل شده یعنی در حدود 19 روزم از زمان اجباریش سپری شده ای کاش نماینده وزارت کار ایجمی بود که اونا پاسخ می دادن. آیا کود برای کارکنای بخش خصوصی ایجاد کردن؟ آیا حساب بانکی را تا هنوز ایجاد کردن که حال اجبار است، قانون است، نقض قانون جرم پنداشته می و یا باید می گفتن که آگاهی های لازمه آیا یا سیمینار را در بخش های خصوصی دایر کردن آگاهی دادن شیوه های جمعوری امی پول تقاوت که چطور وضع شود، چطور کود ایجاد شود، به کجا انتقال داده شود این کارا را یا کردن که نکردن آیا شعبه تقاوت در جنب شعبه تقاوت دولتی بخش خصوصی که بسیار یک بخش اعظم است که این یک اواید بسیار خوب هم به دولت داره آیا این ایجاد شده؟ این همه پاسخها را باید اونا می دادن که مکلفیت و مسئولیتشان شانه هست اما در قسمت از ای که این مقرره کبی ها و کاستی های خودت داره صد فیصد جوابگوی نیازمندی و خواسته های بخش خصوصی در این بازگو نشده ما امیدوار هستیم که شروع کار باید شوه ای که باز میره برای تعدیل میره او یک مرحله دیگه است باید یعنی کارهای ابتدایی بود از جانب امو زی ها باید روی دست گرفته می شد و ما شاید پیشرفتش می بودیم و تا بالا می گفتن اختیاری است حالا خود اجباری است در اجباری اینا چه دلیلی دارن برای مردم بر بخش خصوصی چه دلیل دارن یک مسئله مسئله دوم ای که ناچیز بودن ماشات و در مارکت به اصطلاح ارزه کم کار کم جای کار کم و تقاضای جوانای واجد شرایط کار بیشتر به می دلیل است که به اصطلاح از مجبوریتشان شانس استفاده میشه که ناروا هست از مجبوریت به این دلیل استفاده کردن ناروا است روا نیست و در بخش ازی که مسئولیت شغلی ندارن این هم نقض حقوق کار هست نقض کنونسون های بین المللی است و نقض کرامت انسانی است اینا هم مسئولیت شغلی ندارن و هم مسئولیت جانی ندارن خبرنگارای عزیز ما در خط اول جنگ حتی پیشتر از نیروهای امنیتی حضور می داشته باشند باید جان ازیا مال ازیا و حقوق کار ازیا در اولویت گرفته شود چون اینا صدای رسای ملت مظلوم هستند و یا آگاهی می از نقاط بسیار دوردست برای همه مردم افغانستان و جهان اطلاع رسانی میکنن به جای از اینکه اینا تشویق شون و به جای از اینکه اینا امتیازات بیشتر برشان داده شوه مسئولیت مال و جانشان و مسئولیت شغلی داشته باشن برعکس همه چیزی که ما نام گرفتیم از یا اینا برخوردار نیستند به می دلیل است که یک سر جوانای تحصیل کرده که سرمایه های ملی افغانستان است و از پول مالیه من و شما و بیوا و مظلوم و یتیم درس خواندن جوانای تحصیل کرده ما همه روزه ای فرار مغز هاست که کشور ترک میکنن چه به شکل قانونی چه به شکل غیر قانونی از هر مرزی که ممکن باشه میخوان ای کشور ترک بگوین و ای یک زایه بزرگ است من, من میخواستم در بین صحبتهایتان یک بحث دیگه داشته باشم مسئله یک کارمند تعریف یک کارمند چی است خب ما یک وقت درس میخوانده و میگفتیم میگه یک کارکن یا کارمند است که باید حق رخصتی داشته باشه حق ترانسپورت داشتن ترانسپورت داشته باشه حق امتیازات مسائل ماش درست داشته باشه که متاسفانه در اکثرت ادارات مورد نظر گرفتن نمیشه من این تعریف شما از کارکن چی جناب <applause> رئیسه. ما به کارکن و کارگر به این شکل میگیم که ماده 48 قانون اساسی را گفته گفته کار حق ار افغان است چه زن است چه مرد است چه ژورنالیست است چه کسبه کار است هر کسی که است این حق بشریش قوانین نافذ افغانستان برش داده و کار است که ادامه حیات است در کنار زی ما برای میگیم که یا کرامت انسانی دارن و حقوق کار دارن به علاوه از ای فارغ میشه یا سن اجدار تکمیل میکنه حتی درس نخونده باید جای کار برای زی در نظر گرفته شود و مستقیم بدون واسطه بدون وسیله بدون شش فلتر گذراندن بدون که تو نباش ما باشم بچه خاله و بچه مسائل قومی, مسائل قومی، زبانی لسانی خیشاوندی اسکناس این چیزا بدون زیا باید این مستقیم بره میز چوکیش ماندگی باشه و کار بکنه به خاطر زی که از روز اول گردن از این نشکنه پیش یک زورمن و یا زورگو و یا قدرتمند به خاطر از این که باز مدیون از او میشه باز فردا خواسته های نامعقول و نامشروع از او باید این تحقق بده و کارایی بکنه خلاف قوانین و او از که از اون ابتدا خدا نخواسته جوان به بیراهه نارد ماشه مناسب برش داده شوه مناسب به این معنایی که نیازمندی هایش باید مرفوع بساز تمام نیازمندی هایش یعنی مصارف خانه شه، پول آب شا، برق شا، گاز شا، خوراک شا، پوشاک شا و سایر مسائل باید این مبلغ ماش برش در نظر گرفته شه در کنار از این مسئولیت شغلی داشته باشه وقتی که در یک جای وظیفه میگره از این سو استفاده صورت نگره باقی خدا رئیس سرش بیل نزنه از خانم ها در محل کار سو استفاده صورت نگره و در کنار زی 8 ساعت مکلفیت داره کار کن کار بکنه و یک ساعت برای غذا و وضو و نماز و یا وقت داره و باید وسیله نقلیه در اختیارش قرار داده شوه حتی سرپناه مطابق قوانین در نزدیکی محل کارش برای سرپناه در نظر گرفته شوه که با خیال راحت از او سرپناه خود بدون زیکت زیای وقت شوه ولی اکثرا کارکنا وقتی که تا اداره خود میرسن حداقل یک ساعت زمان میبره <تصفح> یک ساعت از این طرف یک ساعت, دو ساعت زمان ازی ضایع میشه و این بالای اعصابش هم تاثیر منفی داره و با وقت وقت بسیار از طلا ارزش داره یعنی وقت در تمام دنیا حتی در متون دینی ما به وقت سوگن یاد شده اما پیش ما افغان ها وقت ارزش نداره یک سر مثل آبهایی که از دریاهای ما تو هدر میره این تو وقت ما هم هدر میره و از وقت استفاده درست ما نمی کنیم. در کنار زی شما میدنین اگر اداره ضرورت می داشته باشه اضافه کار ازش بگره از 8 ساعت که بیشتر کار بخواه بکنه باید پول اضافه کار برش پرداخت بکنه هیچ وقت از مجبوریتش سو استفاده اتحادیه کارگری را حق داره قانون برش داده که باید کارکنان از خود اتحادیه داشته باشن حل اختلافات ناشی از کار در اداره خود داشته باشن اندکترین یک حقوقشان نقص میشه باید دائمی حل اختلافات ناشی از کار مطابق قانون کار نماینده اتحادیه کارگری در اوج حضور داشته باشد حقوق کارکنان بشینه با کارفرما جلسه بگره و این حل بکنه و اگر این حل نمیشه به شورای به اصطلاح اختلافات عالی ناشی از کار ایره محول بسازه در کنار زی شما میدانین که در محل کار بر کارکنایی که بخش خدماتی استن حتی لباس کار هم تابستانی و هم زمستانی برشون بر بر کارگرایی که به اصطلاح سی پذیر عینک برشان داده شده کلا برشان داده شده بوت ایمنی برشان داشته شده برشان داده شود یعنی تمام مسئله و تکنیک بی خطر در محل کار در نظر گرفته شود بعضی محلاتی است که گازهای مزر صحت در اونجا به اصطلاح پخش و نشر میشن حتی تهویه درست محل باشه و اونجا باید وزارت کار در زمانی که کارخانه ایمار میشه وزارت کار نمایندیش باید بره تمام تذکرات او بده که هم تهویه هم گازات مزر صحت هم روشنایی همه مسائل در اوجه در نظر گرفته شود تا یک کارکن کارگر یا کارکن یک امتع نیست یک امتا است یک انسان است و این انسان کرامت انسانی داره حقوق بشری داره و از او زمان بردهداری کمون اولیه گذشته که حالا از و استفاده صورت بگیره تمام حقوق از اینا باید رعایت شود تا ای با خیال راحت کار بکنه و بازدی کارش مطلوب و مقبول باشه شکر یک وقفه کوتاه داریم باز وقفه دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدین و بحث ما که با چی شود؟ حال نیازی است که یک انسجام کاری ایجاد شود شما را هم ضعیف ساختن حکومت هم فشارهای سانسور ایجاد کردن و معلومات که دارم من حیثی همون یک مشترک که در دمی شما هستم حال یک, یک کارمند یا کارکن چی باید بکنه؟ محکمه کار وجود نداره یا به دست حکومت از یا به دست کارفرماست کارفرما نمیتونه اول قانون هم وجود داره این قانون بره به طرف تطبیق شدنش کی باید قانون تطبیق کنه یک کارمند چطور باید از،, از از حق خود دفاع بکنه یک کارمند میاید در ظرف یک ماه در حالی که در ماه مبارک رمضان برای هر کارمند گفته شده که تو تا یک بجره کار کنی سرو کار میکنن تا به ساعت 10 12 بجه شود و مانند برده و او صدای خود کشیده نمیتونه سوار و امی کار فرما بر شکرار رو جور میکنه از کار اخراجش میکنه او مسئولیت شغلی وجود نداره متاسفانه و چون این چیز به خاطر دسترسی یا رسیدن به حقوق کارمندان و حقوق خب توقع از از مسلح نمیشه توقع از گروه های مخالف حکومت نمیشه ای از یک سازمان های مشخص میشه از او حکومت افغانستانی توقع میره از سازمان های مطلق صورت میشه ما ای را میخوایم از شما پرسیم که چی باید شود؟ تمام جوان جوانی بشری این مراحل پشت سر گذاشته جنگ های دوم جهانی بعد از او جنگ صورت میگره گفتن باید پیدا شود که علل و عواملی که باعث جنگ میشه چی است در اونجا که اینا موشگافی کردن متخصصون ششتن فکر کردن گفتن که ثروت به شکل عادلانه تقسیم نمیشه و عدالت اجتماعی در او جوامی به اصطلاح در نظر گرفته نمیشه وقتی که عدالت نبود بی بود یک طرف ناچار و ناگزیر است که برای دفاع مشروع حق ار انسان است هم قوانینی حق داده بر انسان ها و هم شریعت حق داده که دفاع مشروع وقتی که تو سر تو یک عمله میشه باید دفاع بکنی به دلیل است که اونا ششتن و اینا سازمان جهانی کار ایجاد کردن سازمان جهانی کار کسایی که عضویت از گرفته به نام نیه کسایی که واقعا عضو هستند کسی که عضو میشه اساس را باید رعایت بکنه اصولش باید رعایت کنه از تمام اون پرنسیپ های عضو پیروی بکنه در اون صورت هست که حالش کشورهای بسیار خرد کوچکه دارن که بعد از جنگ دو دوم جهانی هیچ مطرح نبودن و امروز بلندترین اقتصاد جهان دارند بلندترین رفاه را در بین جوامع بشری دارند شما فکر کنید کشورهای اسکندنویا شما ببینید بسیار کشورهای کوچک هستند افغانستان راه بیرون رفت را که شما گفتین گرچه این ای بسیار مشکل است اما راه بیرون رفت ای است که ما تا که دیدیم ما بعد از این کوشش بکنیم که شخصی که فریبکار باشه و مستبد باشه برای زور رأی ندیم <applause> یک شخصی باشه که متحد باشه به با افغانستان و تعهداتی که در زمان کمپاین خود برای مردم میده به او تعهدات باید عمل بکنن و ملت هم او ملت باشه که ای تعهدات کلش یاد داشت بکنن و یکی یکی بازپرس بکنن در تمام جوامع ملت ها به حق خود, حق خود خواستن و به حق خود دسترسی پیدا کردن اما در جوامع بشری که ما زندگی میکنیم قسمی که شما گفتین ما یک نهاد مدافع حقوق کارکنان هستیم طبعا یک قوی فشار هستیم ما باید انتقاد بکنیم اگر قوانین رعایت نمیشه کنونسونا ما باید بازگو بکنیم تا یک دولت مرده ما به این قصه رسیدگی بکنن و حقوق رعایت بکنن حق به اقدار سپرده و عدالت تامین شوه و فاصله ای که بین ملت و دولت ایجاد می باشه او فاصله ها کاهش پیدا بکنه و روز مظاهره و به اصطلاح از کاردست کشیدن وجود نداشته باشه ما با این خاطر امی های ما امی بوده فریاد ما امی بوده اما متاسفانه که اینا آمدن یک بار جمعی از مافیای زمین آمدن با جمعی از مافیای دیگه که بودن اردوش در قدرت بودند یا دسته به دست هم دادن به شکل غیر قانونی مستبدانه خلاف تمام اصول که قبال های شرعی را هیچ مرجع نمیتانه که باطل بکنه و قوالای شرعی وجود داره و موجود هست و از مرجع بایه و مشتری که خریداری کردیم موجود است او را آمدن گرفتن تا ما صدا بلند نکنیم هر استبداد و ظلم و ناروایی و قانون شکنی و قانون کار که حقوق کار نقص میشه در این کس نباشه که اعتراض و انتقاد داشته باشه و مخفی و همی کتمان شده از ای عبور شود ما قربانی کارکنا شدیم قربانی دادخواهی ما شدیم و قربانی حدالت خواهی شدیم و ای را آوردن به شکل غیر قانونی و خواستن صدای ما را خاموش بسازند که تمام دار و ندار ما را گرفتن سی و ماه میشه که کارمندای ما حقوق عقیشان که ما مدافع حقوق دگرا هستیم حقوق عقه که است مشروع و قانونی است حق بشری و نان اولادشان است اینی میره وزارت محترم مالی های کاش می می میداشت وزارت محترم مالیه جمعوری میکنه میبره نمیگه که یا انسان هستن کرامت انسانی دارن حق بشری دارن یک نهاد دموکراتیک هستن یک نهاد ملی و بین المللی و عضو کنفدریشن جهان هستن و بیرق افغانستان در 333 اتحادیه دموکراتیک جهان ما با اعتراض در آوردیم و دموکراسی افغانستان ما به نمایش گذاشتیم اما همین دموکراسی آمد با سوء حقوق خود ما را نقض کرده حالا به هر صورت ملت ها میتونن تغییر بیارن ملت ها اگر بیدار شوند اگر از حق خود آگاهی پیدا بکنند این ملت ها استادگی بکنند دولت ها را ملت ها تشکیل میدن زعیم خوب انتخاب بکنند پاسخگو باشد و در آینده ازش تعهد بگیرن و در آینده اگر نقض حقوق کرد و نقض قوانین کرد به جاده ها سیلاس و اینا حق تلوی بکنند جوامعی که به حق خود دست پیدا کرده به استادگی پیدا نکرده شما ببینید قربانی داده. قربانی داده. شما ببینید در آمریکا در شیکاگو آمریکا وقتی که ساعت کار 14 ساعت بود حقوق کار وجود نداشت حداقل مست نبود محکمه کار وجود نداشت برآمدن در جاده ها 35 هزار نفر برآمد تعدادش کشته شد تعدادشان به زندان ها بردن اما او صدا به باها نماند او صدا امروز 8 ساعت کار تعیین شده حقوق کار تعیین شده کنونسون ها سازمان جانی کار تعیین شده برای سایر ملت ها آمده به اصطلاح بهبود آمده رفاه آمده حال ملت افغانستان هم برای آینده ما پیشنهاد این است که زعیم خوب انتخاب بکنن پاسخ خوب بسازن و اگر پاسخ مثبت نداد به حقشان جفا کرد و این را به اصطلاح به تعهدات ها عمل نکرد به جاده ها براین و یار پاسخگو بسازند و از حتی از کرسی ها دورشان شود بکنند تشکر به امید او روزی که این فکری در بین تمام کارکنان و کارمندان تا ایجاد شود تشکر بسیار خوش آمدین بیننده های عزیز برنامه همین قدر بود تا آدم دیگر شما را به خدای کریم رحیم می سپارم الله یار مددگارتان